نام یاد خدا، با عرض سلام ادب خدمت همه بیننده های ارجمند شبکه جهانی آریانا. برنامه چهاردیوالی در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که روزهای قرنطین را به خوبی و خوشی بگذرانین، در خانه بمانین تا مسئول بمانین. برنامه چهاردیوالی است، در خدمت شما هستیم. در این برنامه، در لحظات نخست برنامه، امروز میخواییم که احوال همکارا و یارای قدیم خود را بگیریم. 10 سال پیش، 15 سال پیش در آریانا با ما بودن، 5 سال، 10 سال با ما کار کردن. کسی رفت استرالیا، کسی رفت کانادا، کسی رفت امریکا. اکثر از همکاران ما رفتن طرف کشورهای بیرونی، اونجا حالا در موقفهای بسیار خوبی کار میکنن. در اون بخشایی که در آریانا کار میکرد، چی تهیه کننده بود، چی گوینده بود، چی خبرنگار بود، حالا در کانادا، در امریکا، اروپا وظیفه اجرا میکنن. افتخار ما هستن. به یادهای سابق میریم که در آریانا چی گپا بود. فعلا روی خط سکایپ سمیر رسولی، ژورنالیست و تهیه کننده را با خود داریم که یک برنامه بسیار مشهور هم داره به نام توتی. در این زمان در دو جای دیگه هم کار میکنه. یک چند وقت پیش کابل آمده بود، از آریانا هم دیدن کرد با همکارش. مهمان دیگر ما امید نگزاد است که در کانادا زندگی میکنه. امید نگزاد هم میشناسین همیتان، خصوصا هنرمندان عزیز ما، نوازنده های عزیز ما، اونایی که در ساخت و ساز موسیقی در بخش تهیه کنندگی مصروف هستن. امید نگزاد یکی از تهیه کنندگان خوب کشور عزیزمان در کانادا هست. سلام، از کدامتان شروع کنم؟ سلام برسه آصفی صاحب گرامی و صبحتان بخیر. از کدامتان شروع کنیم؟ شما فیصله کنین. سن کدامتان کلان است؟ در سن اگه باشم از آبجان هستم. نه راستی؟ نه خیامید بسیار خورد معلوم میشه. نمیفهم ظاهرن تو معلوم میشه یا سنش زیاد است؟ ما از قسم خوردیم کلان نمیشیم. سمیر برو شروع کن. خب سمیر، از خودت شروع میکنیم. در یه آخر مصروف چه کارا هستی؟ گرچه ما خبر داریم، اما خوب است از صفحه آریانا بگویی که مصروف چه کارا هستی. زنده و سلامت. و اول خود تشکر از شما که فرصت خوب را در اختیار ما گذاشتین تا امو یاد از گذشته ها بکنیم، خاطرات خود تازه بکنیم. و بسیار خوش هستم که همکارای عزیز ما، کسایی که در تلویزیون آریانا هستن، همراهشان سر کار داریم کم و بیش و به دور از کرونا و جنجال روزگار باشین. ما فعلا مصروف کارهای مختلف هستم، البته در شهر واشنگتن دی سی و یا ویرجینیا. منعیس ویدیو جورنالیست و یا و همچنان برادکستر برای تلویزیون آشنای صدای امریکا کار میکنم. در پهلوی از او در ترای ویژن باعث سینیر میدیا استراتژیست کار میکنم که یکی از شاخهای دیگرش هم تلویزیون توتی است که با خانواده لطفی هم ما یه تلویزیون هم ایجاد کردیم. در پهلوی از او یک کار خورد ریزی دیگه هم است که به نام مزبار، که یک کمپنی فروت و یا غذا است که ما مربای مختلف تولید میکنیم و با بازار عرضه میکنیم. کل پیسه را خودت میگیری دیگه؟ کل جنجال ها سرم است. کاش که پیسه باشه. فعلا در خانه استی یا در دفتر سمیر؟ ما فعلا به خانه هستم. نو وقت شب است، تقریبا 2:30 بجه یا 2:10 دقیقه شب ما است و دیگه نارام هم تا خواب برده و بیال که صحبت میکنم، کلش به خاطر ایست که جده بازی شب ما است. وضعیت کرونایی چطور است اونجا؟ اینجا وضعیت خوب است، به اون شکل که قیدات بسیار سخت باشه نیست، اما تمام دفاتر دولتی خصوصی هم تعطیل است. در شهر ما مردم به خانه خود میمونن، فقط اجازه دارن که برن پشت سودا و خریدی که ضرورت دارن و همچنان میتونن که به خاطر ورزش و اینا براین، اما همیشه دولت و نهادهای مختلف توصیهشان همیست که به خانه باید همگی باشن. با اون شکل که قیدات در بعض شهرهای دیگه در جهان است، با اون اندازه جدی جدی نیست شهر ما، اما همگی کوشش میکنن که داخل خانه بمانن و تا ای که این ویروس کشنده سرعت پیدا نکنه. امید نگزاد، هنوز هم کارهای سابقه میکنی یا تغییرات دایش آوردی؟ اگر راست بگویم، خب انسان همیشه در تغییر میباشه و من مصروف امی کارهای کلیپ سازی استم و در پولی از او بعض کانسرت ها یا بعض کارهای شخصی که دیگه میباشه
پیش میبرم و همچنان در تلویزیون کانادایی پارت تایم کار میکنم از خاطر که به کارهای شخصی خودم برسم. دیگه مصروف کاروبار هستم. در تورنتو هستین؟ بله، آمده شهر تورنتو هستم. در داونتاون هستین؟ نزدیک داونتاون، یک 15 دقیقه دور. اونجا چطور است وضعیت کرونایی؟ قیود شبگردی و روزگردی است؟ قرنطینه است یا نه؟ فعلا قیود شبگردی پیدا نیست. هنوز یک ذره سر صدا بلند نشده، مگر بسیار فرصتی است. تمام شهر ما مثل که در تلویزیون ها و گپا میبینیم، نیویورک با او ازدهامش که خالی شد، داونتاون ما هم که بری یک ده دوازده نفر اگه ببینی و کلگی میترسه. کرونا را بسیار جدی گرفتن و روز در روز تلفات بگویی یا کیس های جدید آمده میره، از او خاطر همگی گفتن که باید خانه باشین تا زنده بمانین. از زندگی شخصی کم بگو. وقتی که همکار ما بودی در آریانا مجرد بودی، از دیگرام خبر دارم که یک بار دوبار ازدواج کردن، صاحب اولاد شدن. وضعیت شما چطور است؟ وضعیت فیلی راست بگو. محمد راست برات میگم. وضعیت فیلی ما یکی مجرد است، ما سوپر مجرد هستم. امیدوار. رسولی عزیز، پشت فضای سابق دقنا وردی، گاگای یعنی در فکرت میایه سابقا؟ گاگای نه، همیشه در فکر ما از همکارای ما، خاطرات و روزگار بسیار خوب را ما با جمع از همکارای ما در تلویزیون داشتیم. من ایسه یک خانواده بزرگ، من ایسه دوست، رفیق، برادر همگی، و ما بسیار جای خوشی میدانم که با بسیاری از همکارای سابق ما به تماس هستم در بسیاری پروژه و یا ای که برنامه های مختلف هنوز هم همراهش هم کار هستم. هیچ هم روابط ها به شکل نسکلیده و یا بگیم که سرد نشده، همیشه جریان داشته و ما و خاطرات خوب را که تقریبا 7 سال 8 سال با هم سپری کردیم از اوایل تلویزیون او را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یکی از خاطرات میشه بگی؟ چون شما یک گروپ بودین، یکی خودت بودی، میرویس وایزی بود، امید نگزاد بود، گاهگاهی من در گروپ شما میامدم، چون دفاتر ما یک جای بود نیست، امید نگزاد، باز رادیو بود، باز دفتر ارمغان صاحب، پایین پروگرامینگ و پروکشن بود و در رأس ما کلان ما آقا صاحب سید رحیم سیدی که شکر هنوزم با ما است. از کی خاطره داری؟ خب خاطرات خودش خب بسیار زیاد است و می جمع را که صحبت کردی یک نفر دیگر را اضافه بکنم، فواد جان فرزان است که خفه نشه ما... وام دلائن است پسان می آید و اون حتما شما هم روش صحبت میکنین. ما کدام روز بود که خاطره خوش نداشته باشیم؟ اما روزه چون در سن هم که ما قرار داشتیم، تا تازه هم ما نوجوان شده بودیم و هم شوخی های مثل دوره مکتب واره با همکارا و مثلا هر دقیقه و صاحب هم که با هم بودیم، همراه آقا صاحب، همراه دیگه دوستا، سیدی صاحب، اینا همش خاطرات بسیار خوشی بوده. ما تو کدام مشخص یاد من نیست، اما امی روزگار او به اون زمان و اون دوره طلایی که میگن امو رقم بود. امید نگزاد، کی بدت میاد زیاد؟ کی منظورت از کارمنده فعلا است یا کسایی که گریخته؟ با کسایی که خودت عملا کار میکنی در بخش موسیقی. راست بگویی. آصفی عزیز، برمک هست، تمام هنرمندان را دوست دارم و زیادترش دوستم است، زیادترش رفیقم است و فکر نکنم با کس خفه نیستی؟ با کس خفه نیستم، با کس خصوصا از هنرمندا هیچ نمیتونم خفه باشم، هرچی نباشن، از خاطر که اگه یک روز خفه باشیم روز دوم باز دوباره یا ما زنگ میزنیم یا او زنگ میزنه یا در محفل میبینین میبینیم با هم یکی دیگه، یعنی ما چون کار ما کار یک مثل یک فامیل واسه هیچ در ساخت و ساز آهنگش کمک کرده بودی؟ فکر کنم بین شما اونا یک گفتگو شده بود، یک تنش به وجود آمده بود و ای راست است؟ فکر کنم کلش توته دشمنا باشه. یعنی ایش شکر نشده اگر من نام بگیرم؟ فکر نکنم. استاد خپرای هیچ یک دفعه اشتباه شده بود، از پیش خودش اشتباه شده بود. از پیش شما نشده بود؟ نه خیر، نه استاد خپرای بسیار هنرمند خوب است، خدا کنه بسر بخوانه. معمولا او زمانی که بودی تا حالی که من مطمئن هستم آریانا را همچنان تماشا میکنی، چقدر تغییرات آمده؟ چی چیز خوب شده؟ چی چیز خوب نشده؟ چی چیز خوشت میاد؟ چی چیز خوشت نمیاد؟ معمولا حالا هم تعقیب میکنی یا نه؟ 100%. آصفی عزیز، من خب میفهمین من برنامه ساز نبودم
و مو تمام فکرم خیالم همیشه کارهای تکنیکی بوده و همیشه تلویزیون آریانا را سعی میکنم و همیشه از لحاظ تکنیکی سعی میکنم، مثلا لایتینگ میبینم، استیجای نو میبینم، گوینده مثلا از هر لحاظ تکنیکی ما همیشه فکر میکنم و بسیار تغییرات آمده، چی کنیم دور هستیم، مگر میتونستیم کارشان همکاری بکنیم و همیشه خاطراتشان خوب پیش ماست، مگر پیشرفت بسیار کلی کرده و همیشه موفقیت های بیشتر هم برشان آرزو میکنیم. سمیر رسولی، سفر طرف افغانستان اگر وضعیت کرونایی ختم شوه، یک ماه بعد یا دو ماه بعد یا سه ماه بعد، بازم میایی؟ کاملا. ما اولا صادقانه بگیم که قرار بود که یک ماه پیش بیم، اما به خاطر این مسائل و جنجالای ویروس کرونا نتونستم که بیایم، چون بعضی پروژکت های تازه ده ما در افغانستان سربراه کردیم و او قرار بود که باید خودم بیایم اونجا با جمع از همکارایی که تازه ما در افغانستان استخدام کردیم امرایشان کار بکنیم از نزدیک، اما بدبختانه یک حالت در تمام دنیا شد که مجبور شدیم کل ما به خانه خود ببانیم و تنها چیزی را که فکر بکنیم این است که چطور زنده بمانیم دیگه. اما افغانستان خو همیشه منعیس مادر وطن، منعیس جایی که هیچ وقت نمیتونه انسان کتیش مقایسه بکنه کدام کشور دیگره جای دیگره، او را در قلب و فکر ما هر دقیقه و هر لحظه است. و مو چند وقت پیشم که ما آمده بودم افغانستان، البته که آمدم خودشون ما را دیدم، تمام همکارا را در تلویزیون دیدم، فکر بکنیم که ما یک 10 سال دیگه هم جوان شدم وقتی که آمدم دیدم به تلویزیون همکارا را داخل افغانستان آمدم، چون بعد از 8 سال آمده بودم دیخی یک حالت و احساس متفاوت بوده که را هیچ وقت من فراموش کردم. خودت در یه آخر تعداد را محکمه میکنی و به محکمه میکشانی، چرا این کار را میکنی؟ چما محکمه را دیگه نمیاله، اگر قرار باشه که به آصفی عزیز خودت هم محکمه بکنم با این سوال های بسیار سخت و یک نفر هم دادم برابر کردی که نمیجم میبری در جای خاص استادش میگیری، باز میگی کار کردی بلا نکردی، نظر به اینی ماده قانون جزا خودت برای جزا تعیین میشه. والا روال برنامه هم رقم است، ما با جمع از همکارای ما در تلویزیون توتی با خانواده محترم لطفی که بسیار برام عزیز هستن، 10 سال است که امرایشون همکار هستم، رئیس یک خانواده، رئیس یک تیم با ترای ویژن توتی کار میکنیم و این برنامه هم روالشون هم رقم است. یک بخش بسیار خاص را داره که بخش محکمه است، اما اتهاماتی که وجود میداشته باشه، شایعاتی که وجود میداشته باشه، ما فقط هنرمندای عزیز میخواهیم که بیایم هم شوخی‌آمیز و هم تا حد جدی از پیشان بپرسیم که شاید دقیق از همین سر یک موضوع روشنی پرتیم. کدام هدف و اجندای خاص دیگه نیست. من در اواخر در شبکه‌های اجتماعی ها میبینم که دوستان انتقاد میکنن که چرا با یکی برخورد بسیار جدی نداشته باشی، با یکی متفاوت است، یا مثلا که یک کس را هم میکنی و چرا یک کس از یک هنرمند بسیار مطلب نه. من میبینم کس که خوشت نیای او را براعت میتی، کس که خوشت نیای او را روان میکنی پشت میله‌های زندان. نه خود دل خودت هم جمع باشه که محکمه شدید، ما خود دوست داریم ایتامت راحت براحت میگیم. مگم خوب مسئله را اشاره کردی خوشحال عزیز، باور کن با او شکل نیست، فقط در بسیاری موارد همی هنرمندای عزیز ما را که ما میخواییم هر کس را که می باشه نظر به مو اتهاماتی که وجود می داشته باشه یا چقدر شایعاتی که وجود می داشته باشه همراهش هم سوالا را به مو شکل مطرح می کنیم و جدی می باشیم. میگان دفعه می سنجیم که کدام هنرمند ما با مصطلح هم جاغرش داره، توانمندیش داره که هم سوال ما را می تانه با آزادانه جواب بده و چی نشه نارام نشه. و بعضی وقت مجبور هستیم بعضی مسائل چون در منعیس روابط ها، منعیس مثلا آزرد خاطری یا منعیس از این که هنرمند کلان است، مجبور هستیم که ازش بگذاریم. اما تا آخرین دم ما کوشش کردیم که با همگی عادل باشم و مسائلی که از مربوطشان رو مطرح بکنم. شاید این کدام مسائل بسیار کلان هم نباشه که کدام محکمه بسیار رسمی باشه که خوب رسمیت داشته باشه. من شوخی کردم، بهترین برنامه است، من خودم میبینمش. خب روالش هم این گونه هست و واقعا یک چیز نو طرح کردیم، عالی است. زنده باشین دیگه. امیدوار هستم که بخیر روز هم شب که ما در افغانستان پس دوباره برگردیم با جمع از همکارای خود، با تلویزیون آریانا، با بدون از اونا هم کلگیر محکمه کنیم، محکمه را در پالی محکمه خدمت بکنیم. قربان شما باور که کل مگیش فکر میکنن که ما در چند جایی که مصروف هستیم، مخصوص خود ما، همش شاید مسائل پولیش باشه، اما امو شوق و علاقه و احساس به وطن وجود داره، به افغان بودن خود و به تشکر سمیر عزیز. تشکر. امید نگزاد 8 سال میشه رفتی؟
از ما 6 سال. 6 سال. پشت چی چیز افغانستان دخ شدی؟ ما خو یک راستی ده 6 سال خو 4 بار آمدی. ها. ما 4 بار آمدم مگر یک 3 4 سال 4 سال شده نامدی. اما چرا آریانا نامدی ده 4 بار که آمدی؟ ما خو ندیدمت. می آمدم همیشه تمام کارمندار می دیدم مگر داخل نمی آمدم از خاطر دان درزه گارده که می مانه تا که حضور داری یک زنگ می زدی یک اوال می دادی ما ایمیل می کردیم چرا نمی مانه شما خوب همیشه که می آمدم کابل آسیب جان می دیدم آقا صاحب می دیدم و دوستای دیگه که سمیر جان تمام کارمندایی که از سابق بود و تمامشان هم می دیدم پشت چی شده افغانستان دخشدی؟ پشت چی افغانستان همی بازار خوریاش بسیار دخ شدیم که در بیرون که آدم میگرده راحت در شارنو شورنخوت است و در تورنتوی کانادا راحت گشته نمیتونی در بیرون؟ یک احساس بیگانگی داریم وقت که در افغانستان ما خوب بسیار نوجوان بودیم افغانستان دوباره دیدیم بعد از مهاجرت در دل ما بسیار شیرین شد و خصوصا در جمع دوستا و رفیقایی بودیم بسیار خاطرات خوش داشتیم یک احساس بسیار راحتی میکردیم و حال امو چیز است من نمیگم مگر خو اینجا وطن ما نیست کار کلانی که امسال زیر دستداری و پلان شداری که انجامش بدی چیست؟ چه خوب یک سوال کرده ننوز من نگفته من تا به حال من یک فیلم کوتاه جور میکنم خواه. یک فیلم 15 دقیقی سر از او کار آغاز دارم که ببینم که تا کجا میرسم خب متاسفانه این مسئله کرونا و گپا زیاد شد ایر در کانادا جور میکنی یا افغانستان میای باز؟ بله نخرنید مکمل در کانادا جور میشه در شهر تورنتو و یک شهر دیگه است که زبان فارسی و انگلیسی و فرانسوی است یک فیلم کوتاه است که به جوانای افغانستان است که وقتی که از افغانستان که میاین اینجا کوشش کنن زود فرهنگ خود عنعنات خود و کلچر خود فراموش نکنن یعنی میکنه خودت دیدی؟ بسیاری زیاد نه از زبان میشه نه از او زبان میشه نه زبان انگلیسیش درست میشه نه زبان فارسیش هم از بین میره از خودت انگلیسی چطور فراله؟ ما هیچ انگلیسی یاد ندارم شکر و چون سر کارم با هنرمنداست سر کارم با آدمای با فرهنگ است با شاعراست کوشش میکنم می فرهنگ خود را نگاه کنم در پالو از او مسئله انگلیسی است خوب یک واجب از آدم یاد میگیره پیسه فیلم از یک گرگان دولتی است که اونا دولتی نیست خوب به حساب شخصی گفته میشه مگر از طرف دولت اونا هم سپورت میشن تشکر امید عزیز وقت ما کم کم به پایان میرسه است امید نگزاد در کانادا فعلا چند بجه است در تورنتو تایم ما و سمیر شان یکی است چند بجه 2:26 است 2:26 است خواب راحت برتان میخوایم روزهای خوش موفق و معید باشین همیتان بیننده های ارجمند یک وقفه میگیریم بعد از او ادامه برنامه چهار دیوالی از شبکه جهانی آریانا با ادامه برنامه خوش آمدین شما بیننده برنامه چهار دیوالی از شبکه جهانی آریانا هستین من خوشحال آصفی در خدمت شما هستم سر میزنیم به یکی از ولایت افغانستان احوال یکی از رفقا را میگیریم یکی از یارای قدیم خود میگیریم ببینیم که در ولایت کجا بریم کدام ولایت بریم باش یادم رفت کدام ولایت بریم پکتیکا میریم پکتیکای زیبا میریم از مستوفی پکتیکای افغانستان امروز پرسان میکنیم که در ولایت پکتیکا وضعیت کرونایی چگونه هست آیا واقعات مثبت اونجا هم هست یا نه تدابیر چقدر گرفته شده جناب مجتبی پیکان مصوفی ولایت پکتیکا با ما در برنامه است پیکان صاحب سلام سلام اصفی صاحب بزرگوار سلامتی شما معلوم میشه سر میز کارت هستی و خانه نرفتی چرا؟ اتفاقا رسمیات ما از چند تا ساعت 12 بجه است ولی به خاطر واگیری مرض کرونا یک اندازه رسمیات ما تا نوقتا هستند به دلیل از اینکه ما فعلا جلسات کمیته خاص مصرف امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته مسئولیت از او کمیته را داریم با همکاران ما در اول در دفاتر خود قرار داریم فعلا پیکان صاحب وضعیت کرونایی چگونه است در پکتیکا واقعات مثبت هم داریم یا نه تعداد خوب شدن یا نه اونجا هیچ وجود نداره
آصفی سه بزرگوار، ضمن که آرزو دارم این مرض واگیر هرچی آجل تمام شود، در ولایت پکتیکا یک مورد مثبت ما داشتیم. بعد از اینکه مورد شناسایی شد در شفاخانه که مراجعه کرده بود و قرنطین شد و او یک مورد هم قرنطین شد، اتفاقا امو دکترها برنامه ای که برش ریخته بودن ای ویروس به کس دیگه انتقال نشده بود و او فردم دوباره صحتیاب شد. فعلا مورد تازه در پکتیکا نداریم. دو مورد مشکوک دیگه که به مرکز فرستاده شد، آمار از اونها منفی آمده. در سطح ولایت پکتیکا با وجودی که ما هم سرحد هستیم با پاکستان، مسیر رفت آمد است، ولی مدیریت درست صورت گرفته، فعلا مورد مثبت نداریم. مردم چقدر رعایت میکنه؟ آیا اونجا هم مثل شهرهای بزرگ افغانستان رخصتی هست، قرنطین هست، قیود شبگردی و روزگردی در پکتیکا هست یا نه؟ در چند شهر مهم پکتیکا که ولسوالی های بزرگش مثل ارگون و خیلکوت است و سایر ولسوالی ها، ادارات مربوطه مشمول سطح ولایت برنامه های قرنطینه را روی دست گرفتن. ما در مرکز ولایت در شهر شهران اکثر دکانها را قرنطین کردیم، فقط دکانهایی که مورد نیاز است مطابق با طرز العمل باز هستند. در کلیات مردم همکار هستند، چون آگاهی درست صورت گرفته و مورد در کل مردم آگاه هستند از ای واگیری ای ویروس خطرناک. از اون لحاظ مردم همکار هستند. آصفی صاحب، در پکتیکا در مجموع به شکل عموم اگر برتان بگویم، ما شهر ما قرنطین هست، ولی مثل کابل مردم نیستن که همه به کابل به شهر براین و رش باشه به سر به طرف بازارا. اینجا وضعیت خوب است. شما دستکش ندارین، ماسک نپوشیدین، روی میز کاریتان مایع ضد عفونی نیست، چرا؟ راستش ماسک داریم و مایع هم داریم، من ندیدم. فقط بحث دستکش را به دلیل از اینکه من صبح برنامه صبحگاهی شما رو تعقیب داشتم، بیشتر دکترها متخصصین مربوطه میگفتن که استفاده از این اوقدر مؤثریت نداره، ولی من بیشتر کوشش میکنم چون با ورق و کاغذ و قلم سرکار داریم، از این مایع استفاده میکنیم، ولی ماسک هم دارم. از فیسه چقدر پول اختصاص داده شده، کمک های هم اختصاص داده شده به پکتیکا به خاطر مبارزه با ویروس کووید 19 یا کرونا؟ در پلوی دولت اجازه بدید اول من از مردم و سکتور خصوصی یادآوری بکنم. امروز اتاق تجارت پکتیکا برای حدود 1600 فامیل امکانات را به صورت درست تدابیرش گرفته بودن و برای مردم توضیح کردن که ما ازشان سپاسگزاری میکنیم. و از طریق حکومت در پلوی سایر نهادهای بین‌المللی که در قسمت آگاهی دهی کار میکنن در اینجا با ما، برای ولایت پکتیکا حدود 30 میلیون افغانی تخصیص آمده. ما کمیته های موظف را تشکیل دادیم که در اصلش منصب ولایت، نمایندگی شورای ولایتی و ما عضویت داریم، به صورت مشرع و اساسی روی برنامه های اساسی که بتانه ما چیزی که بسیار مهم است آصفی صاحب بزرگوار، ما تاکید بر ازی داریم که در خانه بمانیم، ولی در پلوی ازو باید وقایه صورت بگیره. ما کوشش میکنیم که برنامه های وقایوی را زیاد تاکید بکنیم روی ازو، تا که در خانه بودنم ولی وقایه صورت نگیره خب معنی نداره. از اول هاست برنامه مدون را رویش کار میکنیم با تجربه که از دیگه ولایت افغانستان مخصوصا کابل، هرات و قندار گرفته شده، تا ما بتونیم حتی اقل برنامه پویا و مؤثر را روی دست بگیریم و از این امکاناتی که در اختیار ما هستن ما از واگیری ویروس خطرناک در سطح ولایت پکتیکا جلوگیری بکنیم. پیام شما چی است به اون تعداد کسایی که رعایت نمیکنه؟ در کابل دیده میشه که مردم هنوز هم روی جاده ها دیده میشه، در دکان ها اکثرا باز میشه یا قاچاقی باز میشه یا پتو پنهان باز میشه، رعایت نمیشه. پیام شما به اون تعداد چی است؟ آصفی صاحب، به عنوان یک شهروند افغانستان با یک قشر از جامعه ما، به دلیل از اینکه اتفاقا اکثریت تقریبا نیم از جامعه ما زیر خط فقر هستند و یک کتله عظیم ما در خط فقر قرار دارند، ما باور داریم یک تعداد کسایی که به بیرون مبرن اونا به اساس نیازمندی هایی هستند که بدون شک اونا معاید رو به خور نمیر روزانه خود دارن. ولی در کلیات ما به شهروندای کابل مخصوصا، برای هموطنای ما که در کابل هستند، در هرات هستند، در مزار شریف و در قندار هستند، شهرهای بزرگی که بیشتر عبور و مرور مردم هستند، واگیری ویروس کرونا را شما حداقل
از کشورهای بزرگ مثل آمریکا که امروز دامنگیر شده و نمیتونه از این منجلاب خود بیرون بکنه بکشه، و کشورهای اروپایی و حتی کشورهای ابرقدرت دنیا رو شما میبینید که این ویروس با هیچ کس شوخی نداره، حتی به من نداره، با هیچ کس. و شما تلاش به این نکنین که با کسی را که دوست ما هستن، رفیق ما هستن، مثل که ما شما در کابل دیدیم، با هم دست ندادیم. به معنی از این نبود که خدای نکرده تو ویروس داری یا ما ویروس داریم، ولی به معنی از این است که من بالای خود شک دارم و تو باید بالای خود شک بکنی. این مسئولیت از هر کس هست ازیره بکنه، خدای نکرده من باعث نشم به کسی این ویروس انتقال بدم، یک مسئولیت است. و یک جمعی، یک جمعیت کلانی از مردم کابل که بیشتر از این فضا استفاده میکنن، ماموریتایشان در حالت قرنطینه هستن که نمیرن به طرف دفاتر خود، متاسفانه از رخصتی ها استفاده میکنن. من از اونم خواهش میکنم که حداقل برای 15 یا 20 روز که یعنی قرنطین تمدید شده، یک بار بین یک حشرگونه همه در خانه باشیم، همه مراقبت بکنیم، همه بر تقویه خود کار بکنیم و در پهلوی از این، در پهلوی از این آگاهانه و صمیمانه و انسان دوستانه دست نیازمندان بگیریم. کسایی که کوشش میکنن که ذخیره خانه خود تقویه بکنن، متوجه باشن که ذخیره خانه کس دیگه هستن که اصلا برای شب خود چیزی ندارن. اما میگن شما فقط دعا بکنید. دوری و دوستی در زمان نبرازه نه؟ تا یک چند وقت بلکل نبرازه، بلکل دعوا کار کوو. خب مقصد مجبور هستیم از فیس بزرگوار که ما برای مردم دست خیر خود داشته باشیم. من خواهش میکنم از شهروندای کابل نانتان نصب کنین، بگذارین که ما با هم مشترک صحتمند باشیم، به دلیل اینکه درد همسایه درد ما است. وقتی همسایتان شب نان نداشته باشه، ما شما نان یک ماه بعد خود را وقتی نگاه بکنیم دیگه، باز اون حس انسانی ما حداقل زیر سوال میره. پرسش اخیر جناب پیکان صاحب، در اکثر از ولایات جاهای خاص اختصاص داده شده، مثلا مکاتب پنتون ها، در صورتی که خدای ناخواسته اگر آمار بلند بره که اونا در اونجا معالجه یا تداوی شوند. در پکتیکا هم جاهای از قبل آماده شده که خدای ناخواسته اگر آمار بلند میره، تعداد کسایی که مصاب میشن به این ویروس، غیر از شفاخانه ها در این جاها هم تداویشان شود. در کلیات اماکن عمومی را در سطح ولایت پکتیکا در نظر گرفته شده برای همچو واقعیت. در پلوی از اینکه ما شفخانه پنج بستر اختصاصی را با مو ویژگی های اساسی شرچند امکانات قابل ملاحظه نداریم مثل سایر ولایت افغانستان، ولی تدابیر لازمه روی دست گرفته شده. ولی آسفیس، باور ما در مجموع همی است که خود ما به عنوان یک شخص که انتقال دهنده از این ویروس هستیم، باید تدابیر خود بگیریم، چون تدابیر هم که گرفته میشه شما میفهمین که او تدابیر باعث از این میشه که ما نگذاریم از تکثیر از این، ولی ما که چقدر بتانیم کمک بکنیم به مریض، در اون موارد هم اقل ما هنوز هم امکانات کافی در اختیار خود نداریم. ولی در سطح ولایت پکتیکا با رهبری والی صاحب و معاون صاحب و تمام ادارات مربوطه آمادگی خوبی برای ازی گرفته شده، و دیروز هم پیام رئیس ابسط عامه پکتیکا می بود که ما وضعیت در تحت کنترل است در سطح ولایت، هنوز آمار نداریم که کسی مصاب به این مورد شده باشه، قرنطینه باید جدی گرفته شده که این مورد حمایت همه قرار گرفت. امروز ما مسیرهای عمده و اساسی که به سطح ولایت به شهر مسیر بود اونا رو بسته کردیم، حتی مامورین دولتی هم اجازه نداشتن که بیان، که بسیار یک مورد جدی بود که کارمندای مستوفیت خود ما در مسیرها بند مانده بودن. ولی در کلیاتش دعا میکنیم آصفی صاحب که خداوند از این مرض فراگیر و عمگیر هر چاجل ختم بکنه، به دلیل از اینکه ما شما ناتوان هستیم. بله. یعنی ما اگر پکتیکا بیایم دیگه شما مرا مهمان نمیپذیرین دیگه؟ اتفاقا خوب میزبانی کنم. مثلا من کرونا ندارم، من هر روز خدا چک میکنم، من کل گیرم، من کرونا ندارم. بدون شک. ولی ما چون شما را دوست داریم، شک داریم بالای خود از اول حال شد با شما بغل کشی و دست نتیم، اما خب میزبانی تانه میکنیم، افتخار میبشین اگر بیاین بود. قربانتان. تشکر از جناب آقای مجتبی پیکان مستوفی ولایت پکتیکا، بسیار تشکر. سلامت باشین. خدا نگهدارتان. آقای مجتبی پیکان بودن، رفتیم احوال پکتیکا را همچنان گرفتیم که وضعیت در پکتیکا چگونه است. میان برنامه کوتاه.
با ادامه برنامه چهار دیوالی از شبکه جهانی آریانا بیننده های ارجمند خوش آمدین. خوشحال آصفی بار دیگر در خدمت شما هست. ممنون و مشکور هستیم که تا این دم با ما همراه بودین. شما بیننده آریانا در سراسر جهان هستین. حال میریم طرف آلند، کشور شاهی آلند و احوال یکی دیگر از هموطنان عزیز ما، یکی دیگر از هنرمندان جوان کشور عزیزمان افغانستان را میگیریم که شما با صدایشان، شما با سیمایشان آگاهی و معرفت کامل دارین. تمنا تابش، هنرمند جوان ما امیل لحظه، روی خط سکایپ با ما هستن از کشور آلند. تمنا جان سلام. سلام آقای خوشحال، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. خدمت تمام افغانای عزیزم در سراسر جهان، امید که جور و صحت باشن. چطور از صحت پدرجانتان؟ دیروز صحتشان خوب نبود، قسمی که من اطلاع یافتم. قرار بود با شما دیروز مصاحبه بکنین، بعد شما گفتین. حال صحت پدرجانتان چطور است؟ بله آقای خوشحال، واقعا اونا البته مدت زیاد هستن که مریض هستن، تکلیف قلبی دارن. دیگه کمک در این اوضاع خراب هرچی که میشه ما پریشان میشیم. دیگه فضل خدا خوب هستن، خانه آمدن خوب هستن. خوب است، خوب است. خداوند صحتیاب بسازیشان. بسیار تشکری که حاضر شدین با ما صحبت بکنین. شما هم قرنطینه هستین دیگه، بیرون برآمده نمیتونین دالند؟ بله آقای خوشحال، ما اینجا تقریبا، یعنی من خودم یکونی ما میشه که در خانه هستم، کلیگ اینجا قرنطین هست و بیرون وقت نمیبرایم که یعنی واقعا ضرورت باشه بر سودا یا اون چیزا. دیگه همه در خانه های خود هستیم، قرنطین واقعا مشکل است. از کارهای هنریتان بگوین، در این اواخر به اصطلاح هم بگوین درکایتان نیست، آیا سر یک آهنگ نوتان کار میکنین یا نه کدام پلان کلان دیگه دارین؟ بله ما واقعا یک چند وقت بود که بخیه متو ناپدید شدم و دور از عرصه موسیقی بودم، چون که دلیل اولش همی بود که پدر جانم سار مریض بودن و کل اوش و فکر مترف بود فوکسم. دیگه بله من آهنگا بسیار دارم جدید سردست و تصمیم داشتم که دمی روزا هم بتانم اونا رو ویدیو کنم و عید قربان اینا، ولی متاسفانه در بین کرونا آمد و وضعیت بسیار خراب شد که حتی نمیتونیم ما در استودیو بریم و ویدیو های خود جور کنیم یا به اصطلاح امرای ویدیو تر صحبت کنیم. دیگه بسیار مشکل است وضعیت، فعلا هیچ کار نمیشه کرد. در خانه ها قرنطین شیشتیم. بله در خانه دقنا وردین؟ واقعا قدر روزای آزادی خود روزای آزادی سر ما آمده بسیار دقاردیم. واقعا هر دوست و رفیق که صحبت میکنم امرایشان از یک گپ مینالن که واقعا سخت است، ولی خب این یک مسئله جهانی هست، هیچ کار ما دست ما ساخته نیست متاسفانه. دیگه آدم باید ببینه که چه قسم بخت خوده. شما معمولا چی میکنین در خانه؟ کدام کارا رو انجام میتین؟ مطالعه میکنین؟ فیلم میبینین؟ آهنگای خودتان رو بار بار میشنوین؟ در جریان یک روز یک ده بار آهنگ خودت میشنوی یا نه؟ من خود اصلا نمیشنوم. آواز خود اصلا خوش ندارم بشنوم. بله مطالعه زیاد میکنم. اولا صبح که ما روز آغاز میشه تقسیم وقت خاص گرفتیم که او را در روزای عادی که آدم وقت نمیداشته باشه، کارهای مثلا کارهای خانه، اول میرم ورزش، مهمتر از همه که ما کل جیما بسته است، اینجا نمیتونیم ورزش بریم، تبش میرم. باز که آمدم یک ساعت تمرین آواز، موسیقی، اگر اون یک دارم اونجا میشینم تمرین آواز میکنم یک ساعت. باز اما تو آشپزی و کمک با پدر و مادر و روز یعنی تو تیر میشه. بله شما معمولا آهنگای عاطفی میخوانین، آهنگای آرام میخوانین و همه آهنگایی که ساختین تا حال با مو کرکتر و شخصیتتان خوانده و مطابقت داشته. تصمیم آهنگای شاد هم دارین که یک کمی از مو کرچ آرام به اصطلاح هم بگویم که برای این؟ از او هم برم. بله من میشه آهنگای کلش آرام و رومانتیک هست. امی آلام کل آهنگای جدیدم آرام هست، ولی آهنگای شاد و یکم مستر هم در راه هست. منتظر باشین انشالله. اما تو ظاهرا آرام معلوم میشین، شخصیت آرام دارین، های واقعا هم چنین هست که یا نه آدم شوخ طبیعت هستین یا آدم؟ بله ما اینم تو اینم ترس کنم قسمی که میبینین در زندگی اصلی هم من ترس کنم بسیار آرام هستم. دم گوشم نگرد گوشه تنهایی آفت نرسد گوشه تنهایی را. بله بله. با کسی رقابت دارین در موسیقی؟ نه خیر نه، من اصلا چرا رقابت سالم هست به شرط که آدم رقابت به دیدگاه رقابت سالم ببینه،
ولی اتو بگین به نظر من موسیقی یک میدان جنگ نیست. یعنی هر کس ستایل خود میدان پشتی کج و بزکشی نیست. واقعا ما که من میبینم یک آن دفعه در شبکه های اجتماعی که یکی با کلیک دیگه میزنن دشنام میگن در باره که دیگه لایف من، ما خودم شخصا هیچ همچین ضرورت نمیبینم، اما اخلاق و شخصیت ما قسم نیست و ضرورت نمیبینم که مثلا ما خوش میشم که یک دختر خانم یا یک هنرمند دیگه پیشرفت کنه و آهنگای جدید داشته باشه که از اونا ما لذت ببریم یاد بگیریم. رقابت یک مسئله بسیار به نظر من پیش پای افتاده است. یعنی اصلا آدم باید تو فکر نکنه، گرچه که رشد موسیقی بسیار یک چیز خوب هست که آدم داشته باشه، پشت کار داشته باشه، زیاد زحمت بکشه دیگه. من بسیار کمکار هستم چون من سلیقه‌ای کار میکنم، آهنگایی که در دل من میشینه مطمئنم هستم که افغانای من که مرا میشنون شنوندای من اونا همون چیزی که از دل میبرایم میگن و دل میشینه سو همو رو میپسندن، همو رو خوش میکنن. پس سبک من بسیار یک سبک آرام و عاشقانه و رومانتیک. شما هم مخالفین دارین؟ یعنی کسی کارهای شما رو نقد میکنه، در فیسبوک برتان کامنت میگذاره، از چی نوع نقد شما ناراحت میشین؟ کسایی هم هستن که شاید شما رو پسند نکنه؟ بلا اطر است که من تا به حال بسیار کامنت های پوزیتیف میگیرم از افغانای من، از دوستای من، از فنا، از شنوندایی که مرا علاقه مند من هستن، مرا دوست دارن. نگاتیف نه، ولی چرا، هر هنرمند داره، هر کس یک نفر خوشش نمیه، ما نمیتونیم به زور خود بقبولانیم سر کسایی که خوش ندارن. نام خدا هنرمندا زیاد است، برن اونا رو بپسندن، یعنی ضرورت نیست، هر کس هم علاقه مند خود داره. وقتی تازه شروع کرده بودی کی مخالفت بود در خانواده از جمع دوستا؟ در اوائل بسیار مشکل بود، چون که او عاده که من میخواستم موسیقی را مثلا مسلکی پیش ببرم، او عاده چون ما از یک فامیل هنر نیستیم، یعنی هیچ کدام ما مثلا خورای ما کلشان معلم بودن، در فاکولته درس خواندن و دکتر، انجینیر، در فامیل ما هیچ کس درسی موسیقی نبوده و اونا نگران همی بودن که یک دنیای بسیار مشکل است با یک دختر خانم، حالا که راست هم میگن. و ما پدر و مادرم، مخصوصا پدرم اول میگفتن نه رای خوب نیست، کوشش کو که یعنی در خانه بخوانی، بر فامیل بخوانی. و او عادت بود که یک محفل فامیلی که میشه در خانه میخوانم، فقط به فامیل خود میخوانم. تا یک وقت شد که خواهر بزرگم شکیلا جان در لاس ویگاس زندگی میکنن، اونا بسیار مرا کمک کردن و تشویق کردن، گفتن خب پدر حالا که یک ناکاری بیکاره شدی ایره بانیم که میرا را قدم خود بانه و ببینیم که چی میشه. باز فکر کنم بسیار به دختر مشکل است. وقتی دوائل من آهنگ خود شعر کمپوز خودم کردم، یعنی از کسی کمک نگرفتم، چون ما دیدم که بسیار این دنیای موسیقی بزنس شده، هر کس یعنی دکان بزنس خود پیش میبره. تمرا جان، در پلوی از اینکه شما موسیقی را پیش میبرین، کدام وظیفه خاصی هم دارین؟ از تحصیلاتتان نگفتین برای ما، تخصص در کدام رشته دارین شما؟ بله، ما اول فشن اند دیزاینینگ خوانده بودم، دیپلم بزرگ رو دارم و بعد از او آفیس منیجمنت رشته ما اقتصاد است. لیسانس دارین یا ماستری؟ من لیسانس رو گرفتیم، بله، با یک دفتر کار میکنم که آفیس منیجمنت است و کلش درباره اقتصاد است. تا حالا کنسرت در داخل افغانستان هم داشتی؟ در تلویزیون ها داشتیم. خارج از تلویزیون ها داشتی؟ خارج از تلویزیون ها نخیر. نه، تصمیمش هست که داشته باشی اگر امی کرونا ما را زنده بانه؟ بله، یا تصمیمش هست انشالله در آینده بسیار نزدیک، چرا نه که به وطنم خدمت کنم حتما. چند وقت پیش افغانستان آمده بودی؟ تقریبا دو سال شد. بله. چی چیز را نو یافتی؟ چی چیز خوشت آمد؟ چی چیز خوشت نیامد؟ بر ما بیشتر، یعنی اولا بر ما که طرف ها زندگی میکنیم یک ترس است، چون که ما اونجا تنها به دنیا آمدیم و بزرگ در اروپا شدیم. چیزهایی که بسیار خوشم آمد کلتور و عنعنات ما، که یعنی وقت داخل افغانستان هستی بزرگ اگه حس خوب میکنی، یعنی احساس میکنی که اینجا اصلا هیچ گپ نیست. شما ماسک ندارین؟
دستکش نپوشیدین، مایع ضد عفونی تان نیست در این شرایط که باید باشه که کرونا مایع ضد عفونی مون جماندگی است. دستکش و ماسک تان بیرون بیرون که میریم با سودا خریدن که میریم دستکش میپوشیم و ماسک حتما ضروری است. بله داخل خانه خونه میشه پوشید. معمولا زیاد از توییتر استفاده میکنین، از فیسبوک استفاده میکنین یا از کدام رسانه اجتماعی دیگر؟ بیشتر من در اینستاگرام هستم. اینستاگرام. فیسبوک هم اقدر نه، چون در یه آخر که در فیسبوک داخل میشه بسیار خبرهای گدوردیست، ناامید کننده است، نگاتیو هست، جنگ هست، هر کس بله بسیار او رو من کوشش میکنم که از سوشل میدیا بیشتر دور باشم. تشکر تمنای عزیز. یکی از آهنگای تا اگر با تکلیف نمیشه، اگر زحمت نمیشه برات، بر ما زمزمه کنی و یکی از آهنگای تا باز ما نشر میکنیم بخیر. حتما تشکر. یکی اما آهنگ عاشقانه مه که او را چندین بار نشرم کردین ما در تلویزیون دیده و مردم او را پسندیده، او را براتون زمزمه میکنم. درست است. آمدم تا عاشقانه دل بفرمانت کنم، آمدم تا بار دیگر جان با قربانت کنم، حسرت بی انتها در مسیر جدا، حسرت بی انتها در مسیر جدا، دل شکستی با جفا بی وفایی تا کجا، آمدم تا بار دیگر جان با قربانت کنم. تشکر تمنای عزیز، بسیار تشکر. امی آهنگ تا پخش میکنیم، آماده است. بسیار تشکری که حاضر شدی با آریانا با برنامه چهاردیوالی مهمان شوی. خیلی ممنون. تشکر خجال جان، امید که شما هم سیف باشین و یک پیام خاص داشتم برای بانای عزیزم که خواهشم کسایی که در توانشان هست چی در داخل و چی در خارج از کشور در وقت خراب کمک هم وطنهای ماشان واقعا کسایی که شما چرا کمک نمیکنین؟ بر ما بسیار مسیج های ما در فیسبوک پیجم کسایی که بیوه هستند و واقعا نیازمند هستند، واقعا زودتر کدوم از نر آدم کمک کرد خوشحال جان، و وقتی من یک فامیل دو فامیل سه فامیل کمک کنم و ضرور نیست خونا را در صفحه تلویزیون بکشانم که نیمه چند نفر کمک کردیم. چرا عکسایش نمیندازین؟ ما همچون شخصیت ندارم، من نمیخوایم و اگر من مردم کمک کردم و بسیاری فامیلا رو کمک کردیم نامشان رو نمیگیرم، ولی از مردم خود خواهشمند هستم که خواهشان اگر از حد توانشان می هر قدر که بتونن مردم ما رو میال دهی وضع خراب کمک کنن. تشکر تمنا جان تابش، خیلی ممنون، موفق باشید. تشکر آقای خوشحال، تشکر از اینکه میمان برنامه شما بودید. خداحافظت. خدا. بیننده های ارجمند، تمنا تابش بود از آلند، تشکر میکنیم از ایشان. رفته رفته آهسته اما پیوسته رسیدیم به فرجام برنامه و پایان برنامه. از تک تک شما هموطنان عزیز، بیننده های خوب آریانا ممنون و مشکورم که تا این دم با ما همراه بودین. تا برنامه دیگری که من خوشحال آصفی رأس ساعت 4 عصر از تلویزیون آریانا در خدمت شما حاضر میشم با پخش و نشر آهنگ از تمنای تابش که مهمان ما بود. برنامه کنونی چهاردیوالی به پایان میرسه. الله حافظ و نگهدار همه شما.